بینندگان عزیز، سلام و وقت همه شما بخیر باشه. به این گزارش ویژه ما خوش آمدید. در این گزارش ویژه ما به شهر خاموش آمدیم. میگه دوستان خدا در خدا نباشن، لیکن ز خدا جدا نباشن. یعنی به شهدای صالحین. در شهدای صالحین ادیره های زیاد است، زیارت های مشهور و مطرح است، مثل زیارت تمیم انصار و شخصیت های دیگه که در اینجا دفن است. در گذشته ها چه در پایتخت چه در ولایات افغانستان عقیده های وجود داشت که شاید عالی هم باشه، هر کسی که دلتنگ می شد یا بنابر یک موضوع ناراحت می شد باز می رفت و زیارت و در او زیارت یک بند بسته می کرد، یا به هر نیت و مراده که به او زیارت می رفت و ممکن گفتم که عالی هم شاید باشه. با تغییر تحولات در وطن ما و عصر تکنولوژی و گپ های زیاد نو دیگه، هنوز هم آیا امو عقیده ها وجود داره، امو باورها و نیت ها یا خیر؟ مشخصا در این گزارش ویژه آمدیم تا ای که از زیارت پنج شاه برای شما گزارش داشته باشیم. قبل از او شما تصویرها را هم دیدین، چنان فضای آرام دارد اینجا، یک تکه چپ و چیری است، اقدر آرامی است که فقط میگی در اون قسمت بشینم به او طرف نگاه بکنم، امی ادیره ها را ببینم، امی هوای پاک صاف تنفس بکنم. و ای که هر جایی که قبرستانی ها را میبینیم باز ما با یک میگم هر قدر که عمر بکنیم، اگر 50 سال، 100 سال، 150 سال، باز هم مرگ به سراغ ما آمده نیست. اما قسمی که گفتم هدف ما مشخص از زیارت پنج شاه میخواییم بر شما گزارش داشته باشیم. ای که ای شاه کی است؟ ای شاه کی بوده؟ و چرا زیارت پنج شاه میگن؟ ای که چه گپ های دیگه در این گزارش داریم ببینین و پس از او هم گزارش ما را شروع میکنیم. زیارت پنج شاه چقدر قدامت تاریخی داره؟ که چاپ پنج حضرت علی ابن ابی طالب است. مردم ها دشمن ها با من نخته مغل کشته میشد. این بام نیپال است. این خانم قهرمان به نام مستوره افغان است. از فامیل نصرتی است. زیر کوی زنبورک میای یک چشمه پر از آب است که آبش بالاتر از آب مدنی که تصفیه شده است. از این است که امام علی از دست ما بگیره ما را به جنت ببره. این درخت یک عادت داره که سال دو سال خودش در میگیره. دود میبره. بیشتر گفتیم که همین منطقه زیارت پنج شاه بسیار آرام است، چپ و چیری است. یک چند تا بچه ها نموجه در ریگا ساتیری میکنن همین سن و سال در دنیای خود میباشن، ای که چی میشه در زندگی، چی کمی است، چی کاستی است، در دنیا چی گپ است. از این میگپ ها اصلا بخی دور هستن. چی یک وقت دوست داشتنی سو بچه نیست؟ مزه کدی یا نه در میسون سال؟ میگه یاد نگو که دلم هم میشه باش که مام دیگه امرنگ از امیا خدا بسوز. سلام علیکم، خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ جانتان جور هست؟ بخیر هستی؟ باش که مدامی رو خفته و بشیدیم که من یک رقم مقصد فکرت باشه که اونو طرف تصویر نداشته باشیم. خب این طرف اک بشیده پالیم، آفرین. خب تو بشینه، تو طرف کامرا. خب
کلتان خوب هستین؟ با یک صدا بگویم. شکر. آفرین. نام چی هست؟ آبیل. آبیل. خانه تا نمیجست آبیل؟ نه پایین. پایین هست؟ هم زیارت در کجاست میفهمی؟ زیارت. نخیر رفتی دیگر. نام زیارت چی هست؟ پنجشاه. پنجشاه. خب. خانه کل تا نمیجست؟ بله. خب. حال شما یه چی ساتیری میکردی؟ وی؟ وی خنده میکنی حالا وی؟ ما بچه مخصه ایستم سر ما خنده میکنم. حالا موتر نگاه میکنم در موتر میخوره. چی میگی؟ چرا کرد؟ کرد سنگ زد کسی؟ نه یک شما پیستا نی موتر نگنم میتا موتر. سعیست، حالا تو مکتب میری؟ نه. چرا؟ خلال هست. تو خوب هستی؟ شکر خوب هستی. بچه بسیار شوخ مالو میشه. آه شوخ هستن اونو دوتا. چیز میاد خاله ماست ما آتا مایده میکنه چیزش شیشه را مایده میکنه تو آن میگست میشه؟ مو چی بگی بچه که کاز ده؟ بچه بیادر خودش مایده کده بیادر خودش خود ما آتا ما آتا مایده کده یک قسم است ما خیلی شوخ هست شوخ هست آه خب نامک خود چیز؟ فیصل فیصل جان خانه شما میجست؟ آه خب آلی جا شما خانه ایتون در بالا هست یا این طرف طرف پایین؟ پایین هست خب صحیح خیر ببینین ما مزایم تان نمیشیم ولی چی میکردین؟ فوتبال تو پام خواست فوتبال هم میکردین؟ آه ساتک تان تیره تیر میشه ایجا یا نی؟ آه زیارت تان میره اگام؟ آه میره افز میباشیم افز میباشیم ولی ما بیشتر دیدیم ایجا یک تا کس نبود جیم شما تازه پیدا خب قرآن شریف خواندن خیر ببینین ما مزایم تان نمیشیم رفتم خداحافظتان صحیح است چیزی کاره به من نیست؟ آه؟ نه نمیگی که بیا بریم یک گلاس چای بتیمت خانه ما کاکاگی تمی هست خب بیا بریم یک گلاس خانه چای بتیمت قربان سرس بیت این حال سید بریم چکو تفر بطرم خداحافظتان اینا گفتیم باش کاله یک دقیقه اما دورانای خورترکیم تازه شد اینجا یک لوحه هست که من باید تیره بخوانم حفره چاه عمیق با عمق 150 با تمام تجهیزاتش توسط حاجی کربلایی میرویس کاکر و خانمش برای زیارت پنجه شاه و مردم حفر و اهدا گردید و احمد فهیم مجاور پنجه شاه از آنها اظهار سپاس میکنه اینه دیگه فهیم جان حلالا فهیم باید پیدا بکنیم که تمام گپ های زیارت پنجه شاه را با ما شریک بسازه بریم یا باید پیدا بکنیم اول لالا فهیمه چی کنیم ما بچه خب بیاییم خدا میربان است مگر جالب است همین زیارت ها معمولا ما در تمیم انصار هم که آمدیم زیارت ها همیشه در بیخای کوه است بچه بگید تعجب نکدی زیارت ها در بیخای کوه در سر کوه در بغل تپه است اینه این طرف هم تصویر شما داشته باشیم میبینین تصویره این قسمت ها که میبینین اینی جرایی که هست که شاید در این عومه نمه خب بسیار گب یعنی آدم ایران میمونه که چطور مثلا زیارت ها در این قسم جای ها میباشه بیاییم که بریم لالا فهیم پیدا کردیم لالا فهیم دیگه یک ذره یک ساعتش هم خوب نیست خانه اون پدرش آباد که امروز از ما خبر شد اما تو هرچی عاجل خود رسان گفت من در خدمت شما و در خدمت تلویزیون آریانا هست لالا فهیم چقدر خوب است که ما تو یک کتکی معرفی شیم چی گفتی در میگم؟ والا بسیار گپ خوب است گپ بسیار خوب است برای بیننده اما تو خود یک ماکم معرفی بکن لالا فهیم اسم احمد فهیم است مجاور زیارت پنجه شاستم از سالهای متمادی بسیار زیاد در اینجا سکونه دارم که هفت فشتم در اینجا تولد شده 130-140 سال نیکه و اجدادم به خدمتگاری شهدای صالحین و زیارت پنجه شاه اینجا عمر خود صرف کرده و تا فعل حال ما خودم جاروکش زیارت پنجه شاستم از این که دیگه خوب معرفی
نمیشه که آدم خودم معرفی بکنه. بسیار هم تو کاکه، هم تو مقبول، هم تو کوتاه. لالا فهیم از این شهر کهنه کابل است، از این مغز کابل است. ما حضورتان پیشتر به عرض رساندم که از هفت پشت زمین منطقه شهدای سالین هستم، پنجه شاه. دین کم اگر نمایش بگیرم اگر وقت برنامه زایه میشه، ما از پدر دینمی شهدای سالین خدمتکار بدیم. پدر ما غلام علی مرحوم در سال 1385 به اثر مریضی که ایدالش بود فوت کرد و پدر کلانم گل احمد نمی پنجه شاه پیدا شده و نمیجه خدمتگار شهدای سالین استم. یک وقت در شهدای سالین ما یکان 16-17 خانه بدیم. نظر به تحولات سیاسی و حکومتایی که مثلا در قصه اماکنهای مقدسه نبوده، در قصه آثار باستانی نبوده، در قصه جای تاریخی نبوده، این کابل ما بالکل با سرازیر شد از نفوسهای مردم اطراف که چون در اطراف جنگ بود، زدن و کندن بود، کاروبار نبود، مردم کلشان در مرکز پایتخت کابل حتی این کوها را گرسند. اینی کوها اینمو جایی که خانه سفید هستن یک سنگ اجدها بوده که حال سر و سنگ اجدها را گرسند پت کردن. دیگه من از این شهدای سالی نیستم، از پدر مادر کابلی هستم، از این کابلی های پخته کابل قدیم در خدمت مردم و در خدمت تلویزیون آریانا قرار دارم. بریم باز دیگه اگر پارا در داخل زیارت راست میگی که خلاص میشه کلش باز دویجش تو کنیم باز دویجش برو سرد بیا که بریم تاریخی است. مردم ها دشمن ها بم انداختن، مغول کشته میشد. این بم نیپال است. بم نیپال است. این بم نیپال است. کدام سال است؟ این سال 1375 است. سال 1375. جنگ های تنظیمی بود که شهدای سالین تمام خانه هایش چور شده بود. مردم ها مهاجر شده بودند در ولایت ها. این کوچه ها از زخمی و از کشته ها پر بودند. در این بالای کوه اسلامی بود. از اینجا عبدالرشید دوستم نفرایش حمله میکرد با تیارهای جیت افشانزهشون به اثر بمبارد میکرد. اینی خول بم نیپال است که 6 متر یا 5 متر درازی داشت. هیر ما باز کردیم آوردیم، این خولش ما گلدان گل جور کردیم. چقدر خوب پیام داره. ما پیام هایی که مردم کابل صلح هاست ایز وقت در سیاست های خونبار اشتراک نکرده. خیر ببینیم، بیاییم که اینمیجا یک چند تا گپ بسیار مهم از لالا فهیم پرسان بکنیم، اگه اجازه باشد. بفرمایید صاحب. لالا فهیم، همی خود زیارت پنجه شاه چقدر قدامت تاریخی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم به بینندگان محترم تلویزیون آریانا، بالخصوص به مردم مهاجره که پشت این منطقه اکای کابل و ما و شما دلشون همه تمتو میشه و خصوصا شما کوشش کنید که از برنامه یوتیوب به اون مردم های خارجی هایی که در اونجا دلشان پشت کابل همه تمتو میشه این برنامه رو پرته همه تا قلاچش کنیم که دلت بخی جمع دیگه. خواه دیگه بازم سلام عرض ادب خدمت مسافرین و مهاجرین ما که در گوشه و کنار جهان قرار دارن. بازم کابل زیبای خود از یاد نبرن، در فکر اماکنهای مقدسه خود باشن، در فکر ایجاب فامیلی خودم باشن، خیلی مهم مهم است، در فکر فرهنگ و کلچر و رسم رواج وطن خودم باشن که وجود باز پلونکار و پوشیدن پیرانای کلان افغانی از یادشان بره، قصه های زمستانی زیر صندلی کابلی ها رو بکنن، تاریخ کابل افغانستان رو به گوش اولادای خود بچکانن که فرهنگ از دیگه جای نوردن. پس خامدنی هستین دیگه روی دیدگی دارین یا ندارین؟ ای گپ پیام به خوارای برادرای خارجی موست. مریم سر سوال ما. سر سوال آه خدا لالا فهیم همه که پرگپ هست که فقط این سوال هم نکه کل جواب میتن. جواب میتن. آل آمدیم سر سوال برادر ما حفیظ جان امیری قندول. قربان شما. زیارت پنجه شاه در جنوب غرب شهدای سالین موقعیت داره که در زیر کوی زنبورک پادشاه. آه کوی زنبورک هست. همی کوی زنبورک هست. زیر کوی زنبورک میای یک چشمه پر از آب است که آبش بالاتر از آب مدنی که تصفیه شده است از او است. بسیار آب خوب خوشگوار. و زیارت پنجشا جای نظرگاه امام علی حضرت علی ابن ابی طالب در جوار امو چشمه قرار داره. چند سال بهتره؟
از سالهایی که 130 سال خو نیکا و اجداد ما در اینجا سپری کرده، پیش از وان بده، پیش از شمعی شاعر بده، پیش از بزرگا بده، که تدا وزیر آشکارا ساخت در زمان آقای بلبل و چنداول. آقای بلبل شخصیت عالم مجتهد بسیار بزرگوار بود در زمان امیر عبدالرحمن خان، که در او وقت مجالس های مناقب خانی، مجالس های دعا خانی، مراسم تولد اماما، وفات اماما و روزای خجسته تبارک اسلامی رو در اینجا هم جشن میگرفتن و هم مراسمش برپا میکردن. در شروع مجلس ختم قرآن مجید کلم الله حق، بعد از اون مراسم های مجالس های مناقب خانی و برادرای اهل سنت ما مجالس های قواری خانی، القای ذکر و گب از آشعروی نکنیم، از گب خارج نشیم که زیارت پنجشا جای نظرگاه حضرت علی ابن ابی طالب است. رابطه به می گب که جای نظرگاه حضرت علی ابن ابی طالب است، یک شعر به یادم آمد، میگه گویان مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است، جامین عدن گون و بین الجبلین، خورشید یکی و نوران هر طرف است. میگه دوستان خدا در خدا نباشن، لیکن ز خدا جدا نباشن. ات نقطه جهان از چاریار کبار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام، ای نقطه زمین از سجده از جا خالی نمانده. روایت ها حاکی است، میگن که حضرت علی ابن ابی طالب در خراسان زمین، در شهر خراسان گذرش نشده. پس این شاعر خیلی قدر با این لپجبش شعر یاوه گفته، دروغ گفته. حضرت علی ابن ابی طالب حضر المجایب و الغرایب است، در گوشه و کنار جهان بری یک جای، قدم جای یا نظرگاه به نام امام علی حضرت علی ابن ابی طالب موقعیت داره. این پنجشام که است، جای مدفون حضرت علی نیست، جای قدم جا و نظرگاهش است که عمد ساله جنده سخی جان در اینجا برافراشته میشن، یعنی در سال نو اتصال وقفه ای نداشته، که یعنی کسی اینجا جنده بالا نکده باشه یا مجالس یا نظر و خیرات یا یاد بود در یک قله کو از خدای پاک خود نکرده باشه. سلامت باشی لاله فهیم. نام خدا این محوطه زیارت هم خیلی کلان است، فقط کوتاه اگر بگویی که دیگه کیها در اینجا دفن هستن. اینجا خب مردم هم دفن است، از مردم های نامدار نشاندار کابل خود یاد کنیم که اینجا یک خانم امیر عبدالرحمن خان امیر درخ سر قبرش برامده، یکی از خانمای خاصی امیر عبدالرحمن خان است، پالیش سید امین آزاد است، یگانش شاعر فرهنگی کلتوری و اسلامی مردم افغانستان بود، که این سید امین آزاد منشی امیر عبدالرحمن خان بود، مشیر امیر امان الله خان عبدالرحمن خان بود و اولین قانون اساسی افغانستان را بعد از حکومت ملک الطوایفی امی خاندان که 35 خانه از جبل عامل لبنان در اینجا آمده بودن به اسم منشی و کاتب و آموزگار، قانون امینا نصب کردن. درست. اینی شده کسی از چی است لالفه؟ اینجا کس امی جنده مولا علی که برافراشته میشه، تا 40 روز این جنده مولا پرچم حضرت پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در امیجا برافراشته میشه. درست. بیا که بریم. این دیگه همه قسم این سال بلند شده که باز دیگه پس پایین نشده، همه قسم مانده در 40 پایین شده، به خاطر از اینکه جای پیغمبر اسلام خالی نمانه در جای شک علم کوچیک دیگه را نصب کردن. اینی مسجد هم که میبینین آقای عفیز امیری، این یک مسجد بسیار سابقه ای بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان جور شده بوده. باز این همین مسجد یک نفر، یک زن معزز به نام خانم مسعوده سوما از اولادی امی آقای آزاد است، این مسجد جور کردن که همه ساله به یاد پنجی شاه همیشه خدمت میکنن. نظرات تمام آبادی نمی تانکر آبم که میبینی نشانی دست خانم مسعوده سوماس و امی ظرف و فرش زیارت هم خانم مسعوده سوما از اونجا یاری و همکاری ما با میکنم همیشه وقت پنجه شاد سر پای میکنم. خیر ببینم، خیر ببینم، بیاییم که بریم. ما دیگه بیخی
دمی داخل زیارت پنجه شاه هستیم. اما ترس داره فهمید؟ اما ترس داره بلا بزرگ آمد. اینی شده با او شده که در بیرو بود فرق میکنه؟ بلکل. چون اینجا نظرگاه حضرت امام علی جای قدم جاش امینج است داخل زیارت. صحیح. اونجا میریم بعدا صحبت میکنیم. امی خود این داخل زیارت ای از اول امی رقم بود یا ای را پسانا تغییر دادن یا دادن امی را بر ما بگو. همه گزارشگر باید کنجو کاو باشه. ماست بودم یا نه تا بار؟ بودی. مگه امیر پیشتر هم تو یاد کردیم که 140 سال ما اینجا گذران کردیم. 140 سال پیش گنبد سیمنتی کجا بود؟ گپ دمیست نه که پیشتر آه. دیگه سر این زیارت پنجشاه که ما گفتیم که دارای خدمات تاریخی بسیار زیاد است. محبتی زی با گنبد گلی بوده که در وسط یک دیوار بود، در بین دیوار یک دروازه. اونو کندیز اونو در میراب مسجد در داخل مسجد همینجا بود. و این پنج پنجه در یک صندوقچه گلی داخل این گنبد همینجا بود. دروازه زیارت اینجا بود، مفشن و دیزاین شده با چوب منبتکاری، کندنکاری چوب چارمست، قندیلای مفشن، برنده بسیار زیبا به خاطر مجالس منقبخانی. حالا فهیم یک دیگه گپا قدر مانده، خدا کنه مانده نشی که تو مانده. نیش کنی. در خونه بردی؟ اینجا تره. خیر باشه. اینجا که استاد میشیم. بکن. اینجا پنج پنجه هست دیگه، همی که پنجه شاه میگن؟ همی هست. اینه دیگه، یک لالا فهیم در پولیم استاد چه که تصویر؟ اینه. یعنی تو فکس برابر دیگه؟ بله بله بله. این حالا اینمی رو ما بگو که اینمی چاپ پنجه؟ بله. از کی است لالا فهیم؟ اینمی چاپ پنجه خدمت شما برز برسانم که چاپ پنجه حضرت علی ابن ابی طالب است. اینه ایره دیگه محسق است؟ دقیق است؟ هینمی پنجه در سر سنگ اژدهار روبری زیارت پنجشاه امونجا بوده. در زمان حکومت شاه جهان پاچا از اونجا ایرا و خود سامان حجاری چیزی نبوده، ماشین آلات با قلم و چکش که جدا کردن دیگه آثارایش از بین رفته. همه یک کنده زنو یک پنجه از سر سنگ اژدهار را انتقال دادن آوردنش به همینجا. یعنی اونجا خودش آمده بوده دیگه پنجشاه؟ اژدهار هم سنگ شده و سر اون اژدهار، اژدهار سفید که سرش دقول و آخرش هم در سر کوه موقعیت داشتن، از سر خانه خودسر که شهدای سالین خانه خودسر شده، این آثار اژدهار از بین رفته. بیا لالا فهیم، بیا در پالین باش. و اینجا هم چاپ زانو دیگه بگه. بله ها. چاپ زانو اشتباه خواه نگفتم. نه چاپ زانو. خب. یعنی مثلا یک زانو؟ بله. همه قسم ها؟ چاپ زانوی راست. چاپ زانوی راست. بله ها. ای هم عین مقصص؟ عین مقصص که همین زانو، دو زانو، دو دست، پیشانی، زنخ، زنخدان در روی سنگ بوده به حساب سجده واره که بازی را چاپش در اونجا بوده با آثار حجاری قلم و چکش که جدا کردن دیگه آثارش از بین رفته، همین دو تایش که اصول شده همینجا آوردن مانده نشد. هدف آمدن مردم به زیارت پنجه شاه چی است؟ به کدام نیت و مرام میان لالا فهیم؟ خدمت شما به عرض برسانم کارساز حقیق خدای پاک است. ما شما دامن خدا را میگیریم اک. ما شما را زیارت وسیله است که ما شما را تشویق میکنه به اقرایی که انتو برو. مگم کارساز خدای پاک است، هدف مرام مردم است، از دیدن جای مقدس است اک. از دیدن تاریخش است. از این است که ما بریم اون جای نظرگاه امام علی رو ببینیم اک. از این نیست که امام علی از دست ما بگیره ما رو به جنت ببره. چون کارساز خدای پاک است. بشک. از زیارت میبرایم شما تصویر آره. خب باش که لالا فهیم اینجا پیشتر گپ زدیم گفتی کدام گپ مانده بود. همین درخت هم یک رقم بسیار کهنه نیست؟ این درخت به نام پنجه چنار است. پنجه چنار؟ پنجه چنار. در جای که بری یک پنجه چنار سخی جان موقعیتش هست که در سایه از او مردم از استفاده میکنه. این درخت هم 100 سال زیاد شده. از 100 سال و 900 سال زیاد است. اوه، ما 100 سال هم میگم.
اینجا رو میبینی که موانی سوخته نه؟ ما پلان داریم که بخیر یک پنجره بینیم در داخل از پرنده ها را نگاه کنم بشک این درخت پنجره چنار بسیار سابقه درخت است امیری سای پنجره چنار است اخی جان مثل که در زیاره دوزایمان بری این درخت یک عادت دار که سال دو سال خودش در میگیره دود میبره باز الوا و خیرات و نظرات میکنم بازی تا آرام میشه و چپ میشه بخیر باشی امی دو گپ هم اینجا مانده بود ما هم دیگه استاستا هم روی لالا فهیم پایین میشه مگه کدام گپ دیگه هم مانده بود با لالا فهیم شریک میسازیم بازی آدم آباد میگم دیگه ما خو بلبل هستیم بلبل سخی جان هستیم بشک دو شک نداریم اگر نه که نبود دیگه باز از لالا فهیم جدا میشیم دیگه یه چه ما و یه چه تو بیا که بریم نه یو گم نیست بتی دستکتا در اول گزارشم گفتم لالا فهیم که چه خوب یک طبیعت بسیار مقبول و زیبا است و او سمت ما هم تپه نادرخان است، تپه بالای سار است و دیگه اینیجا که او دندی است اینجا را چی میگن؟ کول اشمت خان که مربوط به وزارت زراعت است جای شکارگاه زایرشاه الازرت از سابقش ما از قبرا دور استیم که ملامت نشیم و گپ خوبم نیست که آدم به سر قبرا برای یک چیز واضح است و نمیخوایم روش صحبت هم بکنیم ولی ما دورتر هستیم فهیم امی یک شعر است نه میگه بیا بریم شودا خضر و پنجشا زیارت به زیارت لیلی سیل و تماشا امی قصه از امی شعر چه رقم است کی گفته بود شعر امی که میگه بیا بریم شودا این شودا خوابگاه شهر خموش هست که در جوار کوی شیر دروازه زیارت خضر پاچه هست که چشمه خضر از علیه السلام پیغمبر اسلام است و در جوار کوی زنبورک جای نظرگاه حضرت علی ابن ابی طالب است پنجه شا ایره که گفته بیا بریم شودا خضر و پنجه شا لیلی زیارت بزیارت لیلی سیل و تماشا سیل و تماشا یعنی مانایش از این بده که کدام سیل خاص نبده حضور پیدا کردنشان از زیارتگاه بده اینه ای هم واضح شد برای ما که شعرت چرا میخوندن هنرمندای محلی ما میخوندن اون رو گفتی قبر یک خانم قهرمان است این خانم قهرمان به نام مستوره افغان است از فامیل نصرتی است که اینی در جوانی تمام ارث و میراثی که از بابایش برش مانده بود وقف دین و دنیا خود کرد که شفاخانه جور کرد در سینمای پامیر به نام شفاخانه مستورات که فعلا به نام شفاخانه ایوان است خیلی همون خانم است که همون شفاخانه را ساخته بود که و یک مکتب هم به نام مستوری افغان به نامش ساخته شده بوده یا خودش ساخته بوده خودش به نامش ساختن از ارث و میراثش شفاخانه را از پول ارث و میراث خود وقف جایداد شخصیشان دیگه از جایداد شخصیشان اصلا از چنداول بودن مردم مرادخانی و چنداول گد و بودن من مجاور پنجشا از فامیل نصرتی و مستوری افغان آگاهی خاص دارم قربانم بسیار تشکر مستوری افغان یک مکتبم در سرک سنگی دهمزنگ موجه مکتب دختران است که اونو مکتبم به نام اینمی مستوری افغان است بله. لالا فهیم از دیدنت بسیار خوش شدم تشکر از شما هم که آمدین گپ مانده پیام مانده از ما چیز سوال مانده خود تو کمره در حد یک دقیقه میروانی در خدمت قربان شما افجان امیری لطف کردین صفا آوردین در شهر خموشا یاد بود از ما در نغاره کو کردین و یاد بود از فقیری ما کردین و شما توانستین که زیارتگاه را از طریق رسانه زیبای شما به سم مردم برسانه که پنجشا یعنی کی وان آگاهی حاصل کردین از قهرمان آگاهی حاصل کردین از شهر خموشا که اینجا دفنگاه تمام مردم شهریان کابل است آگاهی حاصل کردین از ما آگاهی حاصل کردین و ما از امارات اسلامی خواهش داریم که این حکومت ماست پادشاه ماست امیرالمومنین ماست از زیارتگاه مواظبت خاص داشته باشن از پاکیش از صفاییش و از حفظ مراقبتش از آبش از برقش و از تمام مراسم های ما از بخش امنیتیش که بسیار خوش هستیم و بازم از شما ابراز سپاس تشکر زنده باشی خوش و سر حال باشی همینجا با لالا فهیم یک جای خداحافظی میکنیم و حال پیدا کردم من اولین بارم بود که به زیارت پنجه شاه آمدم و پیدا کردیم که چرا پنجشا میگن به دلیل از اینکه اینجا
نظرگاه خلیفه چهارم اسلام حضرت علی کرم الله وجهو در امین جا است. نظرگاهش است، یعنی چاپ پنجش است و چاپ زانویش است. به خاطر نظرگاه میگه. اما تو راست؟ بله. قربان. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل متعلق به دیگرم بگویم. به زیارت آمدن نظر به عقیده و نیت و باور هر شخص است، مربوط به خودش میشه. بله. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل، خداوند یار و نگهدار همه ما شما. بریم بریم.